به نام آن کسی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز، به بیننده های مهربان برنامه پرتو نور. من خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت مهمان عزیزمان جناب آقای مهندس بازرگان و شما دوستان عزیز هستیم. از اینکه واقعا شما به برنامه های ما توجه میکنین بسیار سپاسگزاریم. از همه بیشتر از آقای مهندس بازرگان و بقیه دوستانی که زحمت میکشن و راه دور و میان و برای شما عزیزان برنامه تهیه میکنین باید تشکر کنیم. خیلی خوش آمدین آقای مهندس بازرگان. و در این بنده سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی و امیدوارم که سوالاتی امروز باشه مطرح بشه به حال بتونیم پاسخ قابل استفاده‌ای برای عزیزان داشته باشیم. در حقیقت امروز برنامه‌مون خیلی سوال داریم و همونطور که دوستان عزیزمون واقعا خیلی توجه میکنن و ما میدونن که ما هر چند وقت یه بار برنامه‌مون رو فقط اختصاص میدیم به سوالات که از طرف بیننده‌های عزیز مطرح میشه. امروز هم بیننده‌های عزیز این برنامه رو اختصاص دادیم به سوالات متعددی که شما عزیزان برای ما از طریق تلفن و ایمیل فرستاده بودین و از مهمان عزیزمون خواهش کردیم که به این سوالات شما عزیزان جواب بدن و این سوالات رو ما جمع‌آوری کردیم تو یک موضوع مخصوص حضرت محمد صلی الله و تعداد زوجات و همسران ایشان و به طور کلی تعداد زوجات در اسلام. و اگر اجازه بدین به اولین سوال رو به این صورت مطرح کنیم که به طور کلی تعداد زوجات یا چند همسری که یک مسئله که واقعا با زندگی روزمره امروزه جور در نمیاد و یا قابل قبول نیست و یه عمل ناشایستی هست، ما داریم اینو میبینیم که در تاریخ اسلام، در زندگی حضرت محمد و همچنین در خود اسلام مسئله چند همسری وجود داشته و میدونم که واقعا یک مسئله ماها که اینقدر خودمونو در این زمان با تمام این چیزا وفق میدیم میدونیم که این مسئله مسئله خصوصی شخصیه، ولی واقعا به خودمون این اجازه رو دادیم تو زندگی حضرت محمد سوال کنیم، وارد بشیم و علت تعداد زوجاتشون رو بدونیم به دلیل اینکه حضرت محمد برای ماها رول مدل بودن و ما همه مسلمانان دنیا پیرو رفتار رو ما سنت ایشون رو دنبال میکنیم و دنبال رفتار و کردار ایشون هستیم و مسلمانان تمام کارهای حضرت محمد رو در حقیقت زیر ذره بین بررسی میکنن چون میخوایم همون کار رو میخوایم بکنیم و این به خاطر همین این سواله که با وجود اینکه حضرت محمد مثلا مثل پیامبران دیگه مثل حضرت مسیح یا پیامبران دیگر که اصلا ازدواج چند ازدواجی نداشتن ولی حضرت محمد که کارشون هم باید فوکس بود روی ارشاد ولی ازدواجای متعددی کردن، نظر شما در این مورد چیه؟ خب مسئله رو به طور کلی میخوان پاسخ بدم یا به طور اختصاصی هم پیامبر هم در مورد پیامبر بعد پایین پرداخت به اینکه به طور کلی در اسلام. خب اصولا تعدد زوجات یا زوجات چیزی نبوده که اسلام آورده باشه، یعنی قبل از اسلام بی حد و حصر بوده، یعنی ما نباید وضعیت امروز دنیا رو مقایسه کنیم با 14 قرن گذشته یا قبل از اون. یعنی در جهان اصولا محدودیتی وجود نداشته، بی حد و حصر بوده، یعنی اونا که براشون امکاناتی بوده حسابی وجود نداشته. بنابراین اسلام نیومده که بگه که شما میتونید چند تا زن بگیرین، قبلا نبوده باشه، برعکس اون اومده محدودش کرده، گفته که نمیتونین تا حد اکثر 4 تا، اونم مشروط بر این که بتونید عدالت بکنید، اونم به خاطر سرپرستی یتیمان. یعنی اونچه که تو سوره نساء اومده آیش اینه که میگه که اینایی که کشته میشن توی جنگ همسرانشون یتیم میمونند، میگه که این یتیما رو باید قسط، یعنی عدالت رو درباره شون پیاده بکنید. بعد میگه ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر نمیتونید، چون اون موقع دولتی که نبوده، پرورشگاه نبوده، سیستم های اجتماعی که وجود نداشته که شهرداری ها مثلا به یتیم ها برسن، یه جامعه قبیلگی بوده، جامعه بسته، اول میگه باید اینایی که حالا شوهراشون کشته شدن بی سرپرستن، این از آیه قبلش میشه این رو فهمید، باید عدالت اجتماعی رو اینه باید به زندگیشون برسید، اگر نمیتونید
میتونید باشون ازدواج کنید، یعنی به بهانه ازدواج، به انگیزه ازدواج که فرزندان اونا بتونن سروایو بکنن، زندگی بکنن. در واقع میگه تا دو تا، یعنی اگه اونا که امکانات اقتصادی دارن یکی یه دونه بگیرن، اون موقع جمعیت محدود بوده دیگه، 200 نفر 300 نفر توی اون جمع، شاید 5 نفر 10 نفر 20 نفر میتونستن علاوه بر همسر خودشون یه خانواده دیگه که بی سرپرست شده در شرایطی که دولت وجود نداره، سرویس سازمان های سرویس دهنده اجتماعی وجود نداره، باید بین خودشون حل میکردن دیگه. میگه حالا با یکی، اگر باز با یکی حل نمیشه، یعنی یه تعدادی باز بیشتر موندن، دو تا سه تا تا حد اکثر چهار تا، مشروط بر این که بتونید عدالت بکنید. بله. میگه اگر نمیتونید عدالت بکنید همون یکی، یعنی پس یک دستورالعمل مقطعی و موقت در یه شرایط ویژه برای اداره خانواده هایی که بی سرپرست موندن، اونم توی یه نقطه تاریخی خاص در روزگاری که این امکانات امروزی وجود نداشته. برای خود اسلام نیومده بگه که چند همسری، برعکس اون رو محدود کرده به هدف سرپرستی مشروط بر عدالت. اما اینکه فرمودین که مثلا اسلام. حضرت عیسی همسر نداشتن یا مثلا پیامبران دیگه، البته خب حضرت عیسی در سنین بسیار پایین از دنیا رفتن، حالا تعابیر مختلف مسیحیت به گونه دیگه ای مطرح میکنه، همیشه هم در حال گریز و فرار از اون سیستم حکومتی بودند، یه حالت چریک در واقع دینی رو داشتن در زمان خودشون، بنابراین امکان پرداختن به خانواده، به فرزند و اینها، حالا منهای وضعیت خاص ایشون به حضرت مریم و دیگران، ولی انبیاء بنی اسرائیل که تو تورات هست، تو تورات میگه حضرت سلیمان 700 تا زن، 700 تا بانو، زن بانو و 300 تا زن در واقع موقت حضرت سلیمان، یا حضرت یعقوب 18 تا زن در تورات هست. انبیاء بنی اسرائیل تعدادشون بسیار زیاده. خب حالا این سوال مطرح میشه که آیا حضرت سلیمان که اون سرزمین گسترده رو اداره میکرده، چنین ملکی رو داشته، اصلا امکان پذیر هست یه مرد بتونه 1000 تا زن رو اداره بکنه؟ اونم یه کسی که مسئولیت سرپرستی اون جامعه عظیم رو داشته، اصلا یه وزارتخونه میخواد که بخواد 1000 تا زن رو اداره بکنه؟ آیا جز اینه که ما وقتی امروز میخونیم تورات رو فکر میکنیم حضرت سلیمان یک فرض بفرمایید که حرمسرایی داشته با 1000 تا زن، اصلا اسمش رو آدم نمیتونه به خاطر بسپره، 1000 تا زن رو چطوری میشه؟ نشون میده اون موقع هم چون دولت نبوده، کسی که رئیس یک جامعه هست مجبور بوده به سرپرستی اینا، یعنی کسانی که تو جنگ هایی که اون موقع بوده کشته میشن، خانواده شون رو باید کسی می بوده که اداره بکنه دیگه. مردم عادی، توده مردم که انقدر توانایی اقتصادی نداشتن که برن یه خانواده دیگه که سرپرستش کشته شده اداره بکنن. بنابراین حضرت سلیمان، حضرت داوود، پیامبران بنی اسرائیل، اونها هم نقش پدری جامعه رو داشتن. ما امروز از زاویه فقط سکس به این قضیه نگاه میکنیم، در حالی که در گذشته تاریخ این نوع بهره برداری هایی که امروز بهش توجه میکنن آزاد بوده، هر کسی دلش میخواسته میتونسته این کار بکنه. کسی که میاد زن میگیره، قانونی میکنه، تحت سرپرستی میاره، نشون میده علاوه بر اون یک اهداف دیگه ای داشته. بنابراین اون که در مورد همسران پیامبر هست، دونه دونه میشه بررسی کرد که به چه نحو بوده. اولا در قرآن اون چه که میگه رهبانیت رو قرآن انتقاد کرده. رهبانیت یعنی تاریک دنیا. در خب فرهنگ و مذهب مسیحیت چنین هست که گویا مثلا ازدواج نکردن، زن گرفتن بده، ازدواج کردن، دنبال زن رفتن یک عامل شیطانیه، تحت تأثیر آدم ممکنه غرایز خاص خودش قرار بگیره. ولی در اسلام چنین چیزی نیست. اصلا قرآن میگه رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیت و دیگران بدعت گذاری کردن. میگه خدا هرگز چنین چیزی رو نخواسته از شما. نسل باید ادامه پیدا کنه، اصلا منطقی نیست، توجیه عقلانی نداره که ازدواج نباید بشه. بنابراین خیلی طبیعی بوده که ازدواج انجام بشه. حالا اون چه که تعدد زوجات بوده در زمان پیامبر بحث دیگه است، میشه دونه دونه بررسی کرد که هر کدوم چه منطقی چه دلیلی داشته.
در هر حال هر پدیده ای رو باید در زمان خودش بررسی کرد، به قول معروف میگن در کانتکست خودش، باید دید در اون روزگار، در اون روابط قبیلگی چه نظاماتی بوده، چه فرهنگی بوده و اصلا ازدواج به چه هدفی انجام میشده. ما نمیتونیم از زاویه مناسبات امروز به یه نظام قبیلگی که در 1400 سال پیش بوده معنای خاصی اصلا ازدواج داشته، بیشتر جنبه سرپرستی بوده، بیشتر جنبه اخلاقی داشته، اون مسائلی که امروز بهش نگاه میکنن هیچ محدودیتی نداشته، هر کسی هر رابطه‌ای میخواسته در اون دوران بوده، هنوز دین به اون معنا جا نیفتاده بوده که مردم این مقررات خاص دینی رو بخوان رعایت بکنن. بله خیلی متشکرم. ولی سوالی که مطرح میشه الان اینه که خب الان در جامعه غربی مخصوصا زن رو از روی هوس و انگیزه های جنسی بررسی میکنن و زن به طور کلی از زیبایی زن استفاده میکنن برای تبلیغات و فروش کالاهای خودشون. حالا بیایم پیامبر اسلام رو به عنوان یک انسان، یک بشر بهش نگاه بکنیم. آیا هدف از تعداد زوجات حضرت محمد آیا هوس و غریزه جنسی انسانی و بشری هم درش وجود داشته یا فقط اهداف و انگیزه های دیگه بوده و اگه بوده چه نوع هدف هایی در وجود داشت در برای هر ازدواجشون؟ بله ببینید، قرآن بارها در مورد پیامبران این مطلب رو گفته، میگه اونا بشری مثل شما بودند، انا بشرون مثلکم، از زبان پیامبران که ما هم بشری مثل شما بودیم. یه جایی در مورد حضرت مسیح میگه، میگه عیسی مسیح و مادرش امه صدیقتون کانا یعکلان و تعام، اینا غذا میخوردن. پسر خدا که احتیاجی نباید به غذا داشته باشه، اگر کسی خدا باشه یا پسر خدا باشه که غذا نمیخوره، پس نشون میده نیازی به تغذیه و کسب انرژی داره. و یمشون فی الاسواق، تو بازارا میرفتن، یعنی نیاز داشتن کفش بخرن، لباس بخرن، مایحتاج زندگیشون رو تأمین بکنن. انبیا برخلاف اونچه که ما غلو میکنیم، زیاده روی میکنیم، اونا رو میخوایم از حد بشری ببریم بالا، یه نسبتهای زیاده بهشون میدیم، قرآن مرتب میگه نه، اینا بشری مثل خودتون بودن، آدمای معمولی بودن، فقط فرقشون این بوده که معنویت رو بیشتر بهش پرداخته بودن، ارتباطشون رو با خدا تقویت کرده بودن، به هر حال ارتباطهای معنوی با خدا داشتن، اهل اشراق و ارتباط با خدا بودن، بنابراین طبیعیه که اونها این احساسات رو داشته باشن. اینطور نبوده که اونا از یه خمیره دیگه، از یه سرشت دیگه‌ای در واقع تشکیل شده باشن، بنابراین این چنین بوده که اونها به طور طبیعی این وضعیت رو داشتن. حالا اونی که فرمودین که خود پیامبر، ببینید پیامبر در سن 25 سالگی با یه زنی که 45 سالش بوده، حالا 43 سال 45 سال، 18 سال از خودش بزرگتر بوده ازدواج میکنه. در 25 سالگی خب اوج این توجهات دیگه، یعنی اصلا از اول، یعنی هر کسی رو که در معرض این اتهام باشه که دنبال این مسائل هست، باید دوران جوونیش چگونه بوده. بله. در اون دورانم که این حرفا اشکالی نداشته، حالا تو زمان ما یه محدودیت‌های قانونی هست، جامعه میراد نمیگرفته. پیامبر میره با یه زنی که جای مادرش بوده، یعنی اون موقع 18 سال خیلی بوده دیگه، وقتی 9 ساله 10 ساله هم ازدواج میکردن، یه زنی که 18 سال 20 سال بزرگتر باشه میتونه از مادرش هم خیلی بزرگتر باشه، حتی تا مادر بزرگش هم چه بسا میتونسته باشه. و عایشه حضرت محمد شوهر سومش بوده، یعنی دنبال این نبوده که یه زن باکره ای هم بگیره، یه زنی که قبلا دو تا شوهر کرده، بله، بچه‌های بزرگ داره، فرزندان بزرگ، پسرای بزرگ داشته پیامبر با او ازدواج کرده. حالا بعضیا میگن که به خاطر خب حالا ثروتش، خب آدم ثروتی بالاخره ازدواج میکنه و ثروت اونو وقتی به چنگ آورد طلاق میده. پیامبر تا سن 73 سالگی، یعنی در خدیجه تا 73 سالش بوده، یعنی پیامبر 18 سال با خدیجه زندگی کرده تا خدیجه دنیا میره. بله. یعنی پیامبر تا بله 53 سالگی، خدیجه هم 73 سالش بوده،
یعنی تا دیگه مرد دیگه تا سن 53 سالگی، تا اون دوران که سنام به هر حال محدودتر بوده، حدود 50 60 سال آخر اون بوده، حالا سنها کشیده شده، یعنی تا دوران کهولت، تا دوران پیری، پیامبر با یک زن 20 سال از خودش بزرگتر 70 ساله زندگی میکرده، یک زن دیگه هم نداشته. پس اگر کسی دنبال این مسائل باشه، در دوران جوانیش هست، نه در دوران پیری که تازه به پیامبری مبعوث شده و رفته تو مدینه و هزار جور مسئولیت اجتماعی داره. حتی معروفه که میگن دونجوان هم که خیلی اهل این حرفا بود، وقتی پا به سن گذاشت دیگه عابد و زاهد و مسلمان ها دیگه دنبال عبادت رفت. یعنی هر کسی اگر اهل حرفا باشه نمیشه سر پیری و معرکه گیری، یعنی این خلاف طبیعته. نمیشه یه مرتبه این غرایز در پیری آدم، اونم با این همه اشتغالات سنگین رسالت. پس باید جستجو بکنیم که چی بوده، چطور پیامبر 18 سال با یه زن 20 سال از بزرگتر از خودش، و بعد زنایی که دیگه هم که داشته از هیچ کدومش فرزنددار نشده، در حالی که اون زنا قبلا در منزل شوهرای سابق خودشون. خود این جالبه که پیامبر زنانش فقط یکیش بوده، باکره بوده، بقیه همه بیوه بودن. به جز عایشه هیچ زنی از زنان پیامبر اولین بار نبوده، همه بزرگ بودن، بچه هایی داشتن، شوهرانشون تو جنگ کشته شده بوده و از هیچ کدوم هم بچه دار نشده در مدینه پیامبر. پس این آیه سوال برانگیز نیست؟ در حالی که اینا قبلا اینطور نبوده که نازا بوده باشن نتونن بچه دار بشن. اگه قرار بوده، یعنی این ارتباطات بوده، پیامبر باید الان 40 50 تا فرزند می داشتن. چطور شده این؟ هم این که همه اینا در دوران پیری پیامبر بوده، و هم این که یه تعدادی پیروپاتال بودن، بچه های بعضی هاشون از خود پیامبر بزرگتر بوده. خب این حداقل اینه که باید فکر آدم رو متوجه این عامل بکنه. پس چی میتونه باشه؟ این که منطقی نیست، یعنی اصلا نمیخونه با ضوابط روزگار ما که یه کسی حرمسرا تشکیل بده، حرمسرای پیر زنان. خب 12-13 تا تاریخ گزارش داده پیامبر همسرانی داشتن. آیا دنبال زن بودن رو تعداده، یعنی هوس رو تعداد سیراب میکنه، یا جوانی و تننازی و این حرفا؟ حالا ممکن آدم هزار تام زن بیوه پیر زن داشته باشه، این دلیل اینه که کسی دنبال این مسائل بوده باشه؟ ببینید همه اینا ایجاد سوال بر آدم میکنه. لااقل یه جای اما میذاره که انگیزه و عامل چی بوده، چرا چنین شده. خب در حقیقت هدف همونه که این سوال ما چجوری جواب بدیم. بله. چون همینطور که شما فرمودین، حضرت محمد یک پسر 25 ساله با یک خانم 45 ساله با 20 سال اختلاف، که تقریبا میشه گفت برعکسش ممکنه الان هم اتفاق بیفته، یه آقای خیلی محسنی با اختلاف 20 سال بره یه دختر خانمی که از خودش 20 سال جوان تره بگیره، ولی هیچ وقت خیلی خیلی اصلا شاید اتفاق نیفته که یه آقای جوونی بره یه خانمی رو با اختلاف سن 20 ساله بگیره. خب پس اگه حضرت محمد ازدواجشون با خدیجه با اختلاف 20 سال، مسئله هوا و هوس جنسی نبوده، مسئله روابط قبیله‌ای هم نبوده، چون حضرت خدیجه از یه قبیله‌ای نبودن که دشمنی حضرت محمد باشن بخوان این روابط قبیله‌ای رو به هم به اصطلاح متصل کنن، روابط خوبی بینشون. پس واقعا هدف به جز این که حضرت خدیجه خب یک زن ثروتمند تاجری بوده، و پس هدف حضرت محمد با ازدواج با خدیجه چی بوده؟ اگر مسئله هوا و هوس نبوده، مسئله بچه داری، بچه دار شدن نبوده، چون از حضرت خدیجه میگه که اصلا بچه حضرت فاطمه بوده. حضرت فاطمه رو داشتن، ولی حضرت خدیجه خود چون قبلا خب بچه داشتن بزرگه. پس کلا هدف اصلی چی بوده از این ازدواج؟ حالا میپردازیم به ازدواجای دیگه حضرت محمد، ولی در رابطه با حضرت خدیجه هدف اصلی چی بوده؟ اگه مسئله جنسی و غرایزه، چون به هر حال اختلاف سن زیاد بوده، و همونطور که شما فرمودین تا سن 53 سالگی هم حضرت محمد با حضرت خدیجه زندگی کردن تا زمانی که ایشون فوت کردن. حتما یه خصوصیت خاصی حضرت خدیجه داشتن که توجه حضرت محمد رو جلب کردن. بالا میدونین که مسائل تاریخی رو خیلی به ظرف قاطع با جزئیات نمیشه گفت، این مطلبی نیست که توی قرآن اومده باشه. اونچه که از تاریخ نقل شده ما هم مجبوریم از تاریخ بیان کنیم. با
اونچه که بیان شده تو کتاب اومده، حضرت خدیجه در واقع صاحب کار پیامبر بوده، پیامبر درست. کارمند بودن. بله. خدیجه شوهرش فوت کرده بوده، شوهر سابقش یا از شوهر اولش یا دومش ثروتی به او رسیده بوده و این ثروت رو به کار انداخته بوده، بله. در واقع سرمایه در گردش داشته. البته اون موقع اینطور نبوده که زنها به راحتی مثل امروز کار بکنن، ثروتشو در اختیار کسانی میذاشته، میرفتن کالاهایی میخریدن، از شامات میآوردن میبردن، در واقع استخدام میکرده کسانی رو. به هر حال پیامبرم کاری نداشتند، خانواده فقیری بودند. وقتی که عبدالمطلب جدشون از دنیا میره، بعد ابو طالب هم که میره، به هر حال نیاز به کار داشتند، در تشکیلات او مشغول به کار میشن. یکی دو تا سفر تجارتی هم کرده بودن. بر حسب اونچه که نقل کردن، خود خدیجه سخت تحت تأثیر صداقت، درستی و امانت پیامبر قرار میگیره. در اون یکی دو تا سفری که ایشونو فرستاده بوده خیلی شگفت زده میشه از این درستکاری، امانت. حالا جزئیاتشو ما نظر تاریخی درست نمیدونیم و خود او پیشنهاد میکنه. اونچه که در تاریخ نقل شده پیشنهاد خود خدیجه هستش که از پیامبر این خواستگاری رو میکنه. حالا جزئیاتش هست، توسط چه کسی و چگونه. در هر حال ازدواج به این صورت انجام شده. پیامبرم چون از او یه شخصیتی میدیدند که آدم شایسته‌ای هست، این رو میپذیرند. حالا ممکنه به ذهن آدم خطور بکنه که پیامبر تحت تأثیر ثروت او، یعنی به طمع به چنگ آوردن ثروت او باش ازدواج کردن. خب اگر چنین بوده باشه، قاعدتا وقتی ازدواج میشه، به خصوص تو اون دورانی که مرد سالاری هم بوده، بعد از ازدواج مرد صاحب ثروت میشده، زن که مالکیتی به اون صورت نداشته در اون دوران. بعد از اسلام مالکیت هایی براش تعیین میشه. خب میتونسته بعد از 6 ماه یه سال دو سال طلاق بده، ولی تا آخر عمر با او زندگی کرده. پس این نشون میده که عامل مادی نبوده. باز اگه پیامبر ثروت او رو در راه منافع شخصی خودش به کار برده بود، یه شخص ثروتمندی شده بود، خودش رئیس اون تشکیلات میشد، باز میگفتیم خواسته ثروتشو به چنگی بزنه، در حالی که تمام اون ثروت صرف فقیرها، یتیمها، بیچارگان، صرف اون نهضت فکری که دنبال کرده بود پیغمبر شده بود. پس منافعی برای شخص پیامبر نداشته. و بعد مادام العمر پیامبر بعد از اینم که حضرت خدیجه از دنیا رفت، نسبت به او یک احساس ستایش میکرد. همواره جایگاه او خالی بود، هیچ کسی نتونست جای او رو پر بکنه. ذکر خیری رو که پیامبر از حضرت خدیجه کرده در همه کتاب های تاریخی گفتند. یعنی یک زن شایسته و نمونه‌ای تا پایان عمر پیامبر بود. اینی که نمیشه گفت فقط ثروت، ثروتش خب ممکنه یه انگیزه بوده باشه که در راه اون اهدافی که داشت این سرمایه رو به جریان بندازن، ولی نمیشه گفت به این دلیل این ازدواج شده. خیلی ممنون برای دوستان عزیزی که تازه به ما پیوستن و برنامه پرتو نور رو نگاه میکنن. خواستم برای اینکه با ما باشین بگم که ما راجع به زندگی حضرت محمد و تعداد زوجاتشون صحبت میکنیم و علت ازدواجاتشون رو داریم بررسی میکنیم و این سوالاتی دونه دونه مطرح میشه و الان واقعا زندگیشون رو با حضرت خدیجه بررسی کردیم. حالا میپردازیم به بقیه ازدواجات حضرت محمد به طور خصوص و به طور کلی تعداد زوجات در اسلام. با ما باشین تا سوال بعدی رو با آقای مهندس مطرح کنیم. سوال بعدی، خب حالا از زندگی حضرت محمد و خدیجه و اینکه واقعا هدف چی بوده، آیا هدف تونسته وسیله رو توجیه کنه یا واقعا هدف شخصی نبوده و واقعا در حقیقت باهوش بودن حضرت خدیجه رو میرسونه که چقدر تونسته یک آدم جوونی رو که بهش میتونسته اطمینان از صداقتش کمک بگیره و
ثروت خودش رو به نحو بهتری برای امور خیریه به کار ببره، شاید واقعا از اون نظرم بتونیم به این مسئله نگاه کنیم. ولی حالا برگردیم به زندگی حضرت محمد بعد از خدیجه، که خب حضرت محمد دیگه یه سن داشتن، 53 سالشون بود که از خدیجه فوت کردن همونطور که شما فرمودین و مهاجرت کردن به مدینه. و در حقیقت بعد از زندگی با حضرت خدیجه ازدواجات تعدادش خیلی زیادتر میشه و این ازدواجات میبینیم درست برخلاف ازدواج اولشون بوده. الان ممکنه ازدواجایی داشتن با سنای بالاتر یا پایینتر و یا اینکه با حتی همسران دشمنانشون یا مثلا با همسران کسایی که باشون جنگیدن و شوهرانشون از دست دادن، که حالا میخوایم اگه اجازه بدین اینا رو سوال کنیم و برسیم که ببینیم که بررسی کنیم اینم تک تک این ازدواجات علتش چی بوده تا اونجایی که بتونیم. اگه لطف کنین برای سوال اصلا بگین که چرا این تعداد ازدواجات بیشتر شد بعد از زندگی، بعد از مهاجرتشون به مدینه و بعد از فوت حضرت خدیجه. بله، حالا شاید برای بعضی از بینندگان که تازه تلویزیون گرفتن، سال قبلی این بود که پیامبر در سن 25 سالگی با یک زنی که از ایشون حدود 20 سال بزرگتر بود، 18 سال یا 20 سال بزرگتر، ازدواج کردن و تا دوران پیری با همون زن که در 73 سالگی از دنیا رفت و پیامبر 53 سالشون بود باقی موندن و هیچ زن دیگه ای اتخاذ نکردن. این در دوران جوانی پیامبر، در دورانی که فرصت داشتند، قبل از رسالت بوده، زشتم نبود تو اون شرایط، تو اون روزگار هر مردی میتونست این ارتباطات رو داشته باشه، اخلاق اون دور زمانه چنین چیزی رو محکوم نمیکرد. پیامبرم کاری نداشتن، فرصتی هم برای این کار بود. ولی بعد از این که به مدینه میان، یعنی بعد از این که اسلام در گیر و دار اون جنگای گسترده و نمیدونم درگیریهای مختلف میشه، هزاران مشکل به وجود میاد، جامعه ای تشکیل میشه، کار پیامبر شاید 100 برابر میشه نسبت به گذشته. بله. قاعدتا هر مردی هم که اگه اهل چنین چیزی بوده باشه دیگه اون موقع وقت نمیکنه. ولی از اون به بعد زنان پیامبر تا 12-13 تا شده. بله. خب این سوال مطرح میشه که با این همه گرفتاری‌های اجتماعی، با این همه مسئولیت‌های سنگین، اداره یک جامعه‌ای که حالا دایره توسعه اندیشش رو به سطح جهان داره، دعوت میکنه، نامه مینویسه به امپراتور روم، به ایران، این بر اون ور، چطور یک همچی چیزی، آیا امکانات قبلا نبوده حالا پیدا شده که نه این چنین نیست، قبلا این امکانات بود و این کارام زشت شمرده نمیشد و گرفتاری هم به مراتب بیشتر بوده. آنچه که میشه بررسی کرد با توجه به این که همسران پیامبر، عرض کردم بجز یه دونشون عایشه که در سالهای آخر عمر پیامبر در واقع بود، سالیان بعد از دوران خدیجه، بقیه همه بیوه بودن، تعداد زیادشون اصلا پیرزن بودن، بچه های بزرگ داشتن همونطور که عرض کردم. اینا دلایل مختلف داشته. یکی ببینیم، ما اشکالش اینه که تو زمان خودمون داریم قضاوت این رو میکنیم، یادمون میره که در اون دوران دولتی نبوده، هیچ سازمان سرویس دهنده اجتماعی نبوده، نظام قبیله‌ایه، نظام بسته است، رئیس قبیله پدر قبیله است. حالا پیامبر اسلام هم که در قریش بودن، در مکه بودن، مجموع قبائل اونجان، فرهنگ قبیله‌ای حاکمه، یعنی بزرگ هر جامعه پدر اون جامعه است. قرآن هم هستش، میگه که پیامبر مثل پدر شماست و از واجهو امهاتکم، همسران اونم مادران شما هستن، یعنی در واقع یه خانواده‌ای تشکیل شده. تو خانواده پدر و مادر مسئولیت و سرپرستی بقیه رو دارن. حالا تو جنگ‌های تعدادی کشته می‌شدن، جمعیت مسلمانان که اون موقع زیاد نبوده، 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، اول که بیشتر نبوده. وقتی تو یه جنگی 100 نفر یه مرتبه کشته میشن، یعنی یه مرتبه یک سوم، یک چهارم مرد خانواده‌ها بی سرپرست شدن. و تکلیف چیه؟ اینا همین امشب گرسنن، امشب باید یکی ادارهشون بکنه، رسیدگی بکنه به بچه هاشون، سازمانی وجود نداره، بودجه ای نیست که به اینها بپردازن، این بارش به دوش کی میفته؟ یعنی پیامبر باید سازمان بده، به اون بگه تو اینو نگهدار، تو اینو نگهدار، تقسیم بکنن، اونا که امکانات بیشتر دارن
اگر بودجه ای بوده خب زندگیشون رو تامین میکردن، اگر نبوده باید یه مردی میپذیرفته این رو که این رو اداره بکنه با بچه‌هاش. این فرق میکنه که انگیزه سکس فقط باشه که به اون دلیل. بسیاری از زنان در واقع همسران کسانی هستن که تو جنگ کشته شدن. الان من وضعیاشون رو شاید براتون بگم که بعضیا پسراشون از خود پیامبر بزرگتر بودن، بعضی از اونها نه، بعد از جنگ، جنگ هایی که می شده با یهودی ها، با مشرکین، با دیگران، ازدواجی با یکی از بستگان اون قبیله یا مثلا از خانواده رئیس اون قبیله، ممکنه که ما تو ذهنمون خطور بکنه که خب بله پیامبر رفته و برای قبیله چیره شدن، مسلط شدن، دختر یا همسر رئیس قبیله رو هم گرفته. خب امروز با معیارهای خودمون اینچنین میفهمیم دیگه، خب غنیمت و این حرف هم بوده در اون دوران. ولی جالبه که در اون دوران یک قانونی در واقع فرهنگی وجود داشته، مهمترین پیوند پیوند خونی بوده. یعنی اگه دو تا قبیله 200 ساله 300 ساله که با هم دارن میجنگن، پدر کشتگی دارن، به محضی که یک ازدواج میشده همه چی پاک میشده. ما الان شاید نفهمیم این مسئله رو، ولی این از رسومات قدیم بوده. هرگز هم ازدواج به این سادگی نمی کردن. ولی اگر یه پیوند خونی انجام می شده، یعنی ما دیگه در ذمه همدیگه هستیم. این یکی از قوانین بسیار جدی و اساسی نظام قبیلگی بوده در دوران جاهلیت. خب جنگی اتفاق می افته با این قبیله با اون قبیله، خب یه عده اسیر میشن، هم از مسلمان ها اون طرف اسیر میشدن، هم از اونا اسیر میشدن. به محضی که یک ازدواج صورت میگرفته، یه مرتبه اون قبیله میشدن فامیل، تمام اسراشون باید آزاد میشدن دیگه. یعنی وقتی کسی خانواده پیامبر میشده، فامیل پیامبر، به احترام پیامبر دیگه نمیامدن مسلمان ها اونا رو به اسارت بگیرن. یعنی با ازدواج ساده تمام کینه ها، تمام دشمنی ها از یه طرف شسته می شود. حالا یه جنگی شده، حالا این ور متجاوز بودن یا اون ور، هرچی، کاری به اون نداریم. ولی وقتی که ازدواج می شده، من عرض کردم باید تو کانتکست خودش برد، ما نمیتونیم امروز اینو بفهمیم، ولی تو اون نظام مثل یه آبیست که دیر رو آتش می ریزن. شاید 3 تا یا 4 تا از همسران پیامبر در واقع از خانواده رئیس اون قبیله دشمنه. حالا من بعضی از مثالاشو میذارم. پیامبر از دختر دشمن درجه یکش خواستگاری کرده، از دختر ابو سفیان. حالا مگه قحط بوده؟ ولی مخصوصا میخواد با ابو سفیان که دشمن درجه یکشه یه رابطه خونی پیوند برقرار بکنه که جنگی نشه، هزاران نفر از این برابر کشته نشن اون جنگای طولانی که بوده، ولی اونا نمیپذیرفتن. بعضیاش این چنینه، بعضیاش نه، یه دلایل اخلاقی داشته، یه دلایل انسانی داشته که حالا میتونیم دونه دونه واردشم بشیم. در واقع هر کدومش حالا شاید وقت گرفته بشه من بخوام بگم، ولی دلایل متعددیست. شاید تنها شاید اونم نشه گفت مثلا عایشه رو. یکی دیگه از دلایل ایجاد پیوند مستحکم با یاران بوده. ببینیم پیامبر هم دختر از یاران نزدیکش گرفته، از عثمان، از فرض بفرمایید عمر، از ابوبکر، و دختر داده به اینا. یعنی هم با. از دختران پیامبر همسر اینا شدن و هم دختر اینا. باز تو زمان ما این اصلا مهم نیست این قضیه، ولی تو اون دوران همطور که عرض کردم، اگه یه کسی پدرزن دیگری می شده، چون پیامبر هم پدرزن اون یارانشون هستن و هم اونا، ابو بکر فرض کنید دخترش رو به پیامبر داده، عمر دخترش به همسر پیامبر شده، پیامبر دخترشون رو به علی، حضرت علی دادن. ببینیم یک پیوند بسیار بسیار قوی تو نظامات گذشته. ببینید ما الان این نکته خیلی مهمه، ما دهها یا صدها عامل داریم که به هم نزدیک بشیم، میشه هم حزب باشیم، در کلوپ ورزشی با هم باشیم، نمیدونم جزء طرفداران سینما باشیم، تئاتر باشیم، گروه های اجتماعی، صدها گروه هستش. یعنی عواملی که انسان ها رو به هم پیوند میدن، هم مدرسه ای، هم دانشکده ای هستن، خیلی چیزها هست که ما رو به هم پیوند میده. در دنیای گذشته چیزی وجود نداشت، یک کلوپ نمیدونم اهل برن با ورزش نمیدونم
گالف بکنن اونجا با هم دوست باشن، یا گروه موتور سواران نمیدونم هارلی دیویدسون اونا که با هم دیگه مثلا احساس یک خویشاوندی میکنن. از این چیزا نبودش. درسته. چیزی که اینا رو به هم پیوند میداد فقط پیوندهای خونی بود، خانوادگی. نه روزنامه، نه مجله، نه حزب، نه مدرسه، نه دانشگاه، قبیله. فقط این چیز قوی بود که در زمام همدیگه می آورد این رو. بنابراین بی دلیل نبود که می بینیم با یک ازدواج، با یک پیوند، یه مرتبه خون شسته می شد، اختلافات پاک می شد، یا اینا مادام العمر با هم یک رابطه نزدیک پیدا می کردن. ولی حالا ما از یه موضع دیگه که تحولات زیربنای اساسی شده، فرهنگ متحول شده، نظامات جامعه دگرگون شده، میخوایم راجع به یک موضوعی در یه نظام قبیلگی صحبت کنیم که چرا این زنو گرفتن، چرا اون زنو گرفتن، در حالی که موضوع به کلی متفاوت هست. خیلی متشکرم. واقعا همجور که داشتین صحبت میکردین سوالاتی برای من مطرح شد که من واقعا به خاطر احترام به بیننده های عزیزمون که بیشتر دوست دارن صدای شما رو بشنون و دوست ندارن که من واقعا موقعی که صحبت میکنین قطع بکنم، سعی میکنم این سوالات رو نگه دارم. همینطور که اشاره کردیم گفتیم که واقعا مسئله ازدواج در حقیقت راهگشای روابط قبیله‌ای بوده و محکم کردن روابط افراد توی یک گروه یا یاران بوده که بسیار خب همونطور که میگین در اون زمان این مسئله خیلی مهم بوده، ولی خب برای ما در الان یک همچین چیزی نمیتونه قابل فهم باشه، به دلیل اینکه ما الان خیلی ازدواج رو می‌بینیم که اصلا ازدواج باعث به هم خوردن روابط خانواده ها میشه و این چیزی که ما باش برخورد میکنیم، و اگه میخوایم اینو برگردیم و فکر کنیم خب زمان، ولی خب نمیتونیم تصور کنیم که خب زمان اون زمان توی قبیله ها این آداب و رسوم بوده، این رسم بوده و با ازدواج اختلافات از بین میرفته، که واقعا اگه ما بتونیم از نظر تاریخی اینا رو بررسی کنیم شاید خیلی هم جواب سوالات واقعا داده میشه. من بسیار متشکرم که اشاره کردین به این. من سوال دیگه که باز بیننده عزیز رو مطرح کرده بود که شما به طور کلی یک اشاره بهش کردین در رابطه با زنان و هدف ازدواج حضرت محمد با هر زنی به طور خصوص. مثلا خب همجور که میدونین حضرت محمد با زینب و زید که مثلا جز به بکنم مخالفین اسلام بودن با اونا ازدواج میکنه، یا اینکه یه ازدواجی که خب خیلی سوال مطرح شده، اینکه با عروس، یعنی در حقیقت با زن پسرخوانده خودش که طلاق میده، میاد با زن پسرخوانده خودش که به طور کلی یعنی عروس خودش عروسی میکنه. این سوالی بود که دوست عزیزی کرده بود که اگه لطف کنین هدف به خصوص این چند نوع ازدواج و یکی با زید و زینب، یکی با عروس خودش در حقیقت، اگه لطف کنین برای بیننده عزیزمون توضیح بدین خیلی متشکر میشیم. بله، حالا این همسران عرض کردم 12-13 تا در واقع بودن که میشه تک تک صحبت کرد. من اتفاقا چون قبلا گفتین میخواین این دفعه راجع به همسران پیامبر صحبت کنین، من لیست بعضیاشون رو لیستاشون نوشتم که یعنی شما اسم 13 زن پیامبر رو دارین اینجا دونه دونه که چرا کم. یکیش مسئله حضرت خدیجه بود که عرض کردم. بله. یه بیوه زن 40 تا 45 ساله بوده که 15 سال تا 20 سال با پیامبر اختلاف داشته و تا 28 سال، ببخشید من گفتم 18 سال، پیامبر تا 28 سال با او زندگی کرده در واقع. بله دیگه میشه تا 73 سنه، 28 سال پیامبر همسر دیگه ای نداشته. خب اینو که من توضیح دادم. بله. از همسران دیگه که دلایل شما میگم هر کدوم، یکیش صفیه است اسمش. صفیه این دختر رئیس قبیله بنی قریظه بوده که از یهودیان بودن در واقع. به حال تو اون جنگی که میشه این اسیر شما، موقع اسیر میگرفتن در جنگ ها دیگه، رسم اون روزگار بوده. البته اسیری که میگرفتن نه به عنوان کار، دو طرف دو گروه میگرفتن، یا مبادله میکردن، یا اون کسی که بیش از حد مبادله بوده میامده خانوادهش پول میدادن میخریدن. در واقع پیامبر او رو مخیر میذارن که میخواد برگرده
به قبیلش یا ازدواج بکنه با پیامبر و او دومی رو برمیگزینه. این مثلا خودش یک نوع ایجاد پیوند با اون قبیله است که حالا جنگی شده. یا مشابه این در یکی دیگه جبیریه، این دختر حارث رئیس قبیله بن المصطلق، اونم از یهودیان در واقع اون دوران بودن. این در واقع تو جنگ اسیر یکی از مسلمان ها میشه که او برای آزادیش یه رقم هنکفتی رو تعیین میکنه، اگه میخوان تو رو ببرن باید این رقم و خانوادت بدن. میاد پیش پیامبر شکایت میکنه که اون رقم سنگینی میخواد. پیامبر پیشنهاد یه قانونی اون موقع بوده، کتابت بهش میگفتن، که قرارداد میبستن که برای آزادی ولی به اقساط، مثلا به تدریج خانوادش بدن. پیامبر آزادش میکنن ولی او با پیامبر ازدواج میکنه، یعنی به چیز خودش. یکی دیگه اینا در مورد جنگ هاست. در واقع پیامبر قبل از اینکه مکه فتح بشه اجازه داشتن که اینا برن در ایام حج مکه رو زیارت بکنن، در حالی که مکه در اختیار دشمنان پیامبر بوده، ابو سفیان. در مکه پیامبر از یه شخصی به نام میمونه، در واقع جزء خواهرزن عباس ابن عبدالمطلب بوده، از او خواستگاری میکنند و پیشنهاد میکنند به قریش، به دشمنانشون، که من میخوام تو این شهر بمونم. البته پیامبر و مسلمانان بیشتر از 10 روز اجازه نداشتن که تو مکه بمونند. مکه در اختیار دشمنان بوده، به خاطر فقط مراسم حج بهشون اجازه داده بودند، در اون دورانی که هنوز پیامبر مکه رو فتح نکرده بوده. پیشنهاد میکنم من میخوام بمونم اینجا، ازدواج بکنم و ولیمه بدم به همه مردم مکه. بله. اصلا پیامبر اهل جشن گرفتن، اهل نمیدونم ولیمه دادن نبودن. کاملا نشون میده که در دل دشمن به جای اینکه حالت کینه و نفرت باشه، میخوان با خواستگاری از یک دختری از اون جناح و 3 روز مهمانی گرفتن و ولیمه دادن به اون مردم، پاک بکنن این دشمن که ما اصلا با هم جنگ نداریم. من آمدم تو شهر شما، میخوام با یکی از شما ازدواج بکنم و تو این شهر بمونم. ممکنه که حالا امروز ما فکر کنیم که بله پیامبر نظری مثلا به اون دختر مثلا میمونه داشتن، در حالی که خب هزاران زن از مسلمونا بوده توی منطقه خودشون میتونستن با اونا ازدواج بکنن. این هنوز مسلمون هم نشده بوده، یا آمادگی داشته، یک تمایلاتی نشون داده بوده. بله. ولی کاملا نشون میده که این یه سیاستی بوده برای رفع اون دشمنی ها، برای توفیق در یک پارچه کردن مردم چنین امری رو پیشنهاد میکنن، ولی اون دشمن ها هرگز نمیپذیرن. پیامبر میخواست 3 روز بمونه اونجا جشن میگیره ولی اونا نمیپذیرن و رد میکنن، یعنی اونا اصلا آمادگی چنین تألیف قلوب و نزدیکی رو نداشتن. از کسانی دیگه عرض کنم، یکی حفصه هست. حفصه دختر عمر، ظاهرا بر حسب اونچه گفتن بسیار هم زشت بوده و بد اخلاق بوده، و ظاهرا حالا اینا چیزای تاریخیه، میگن عمر به هم در واقع ابوبکر و هم عثمان پیشنهاد کرده بود، ولی جز اون رده همسرانی است که پیامبر به خاطر تحکیم روابط با دوستان نزدیکش این کار رو انجام میده. و بعدن هم بر حسب اونچه که تو تاریخ گفتن خیلی بد اخلاقیایی با پیامبر داشته، به طوری که حتی یک بار پیامبر 1 ماه در واقع ترک میکنن خانه رو، در یک جایی در یه بالاخونه‌ای به دور از این همسران زندگی میکردن، یعنی ایجاد دردسر و مشکلات داخلی هم بسیار میکنه. یا کسی دیگه زینب هستش که همسر عبیدت ابن حارث، تو جنگ بدر کشته میشه، زن بسیار پیرزنی بوده، فقط 2 سال هم عمر میکنه بعد از این ازدواج، یعنی قبل از پیامبر هم حتی از دنیا میره. پیرزن بسیار خیری بوده، اسمش رو ام المساکین گذاشتن، بسیار نیکوکار و پارسا بوده. میبینی که هر کدوم یه دلیلی برای خودش داشته. یا عرض کنم که دختر ابو سفیان، ابو سفیان دشمن درجه یکشون، این دختر خانم در اوج مبارزات پدرش با پیامبر مسلمون میشه و هجرت میکنه به حبشه. در حبشه شوهرش مسیحی میشه اونجا،
بعد از اینکه این کسانی که به حبشه مهاجرت کرده بودند، مسلمان ها حالا قدرتی پیدا میکنن برمیگردن، این شوهرش که مسیحی شده تو حبشه مونده، خونه پدرش هم که دشمن درجه یک که پیامبر و مسلمان هاست که نمیتونه بره، بله همینجور مونده بوده که چیکار بکنه. پیامبر به احترام اینکه این در اون شرایط سخت حتی به رغم خانوادهش قبیلش راه ایمان رو خودش انتخاب کرده، حالا تو قرن 21 هم نیست، توی نظام قبیلگیه 1400 سال پیش، یه دختری راه مستقل زندگیش رو خودش انتخاب میکنه، سالهام آواره حبشه میشه کشور دیگه، اونجام شوهرش هم از دست رفته، با این حال رو عقیده خودش میمونه، تو حبشه تنها زندگی میکرده. پیامبر به احترام این استقلال و آزاد فکریش و خب اون موقع نزدیک شدن به رهبر جامعه معنای خاصی از نظر اجتماعی داشته، این رو در واقع ازش محترمن خواستگاری میکنن، در حالی که خودش تو حبشه بوده و خود پادشاه حبشه در واقع این عقدو انجام میده، عقدو از راه دور در واقع، یعنی پدر دختر، نخیر امپراتور حبشه، بله. پدرش که ابو سفیان، بله، دشمن بله. درجه یک بوده، حتی در واقع مهریش هم پادشاه حبشه میده، خودش عقد میکنه مهریش او میده، یعنی کاملا نشون میده اون جنبه به تعبیر امروز اون جنبه قرنیزه ای نداشته، اصلا پیامبر سالهاست او رو ندیده، این تو حبشه هست، بله. پیامبر همسر دیگه ای هم داره، ولی یه پیام اجتماعی خاصی، پیام ایدولوژیک خاصی داره، زنی که تنهاست، شوهرش هم اون طرف رفته، به خانواده خودش هم نمیتونه برگرده، این یک پیام مثبته که ما حالا عرض کردم امروز فقط از اون زاویه خاص میبینیم، درسته. ولی تو اون روزگار تو رسم و رسومات اون موقع یه معنای اجتماعی گسترده داشته. یا فرض کنید یکی دیگه از همین مهاجرین سوده، از اولین مسلمانانی بوده که همراه شوهرش به حبشه هجرت میکنن، در دورانی که اینا خطر مرگ بوده براشون، فراری بودن دیگه. بعد از اینکه برمیگردن از حبشه، شوهرش توی یکی از این جنگا کشته میشه و اینم باز خانوادهش هنوز مشرک بودن، تو مکه نمیتونستم اونجا برگرده، شبیه همون دختر ابو سفیان میبینیم این هم باز یه وضعیت خاصی داشته. یکی دیگه ام سلمه است که همسر شهید ام سلمه است که توی احد مجروح میشه و بعد از جنگ کشته میشه، اینم در واقع یه بیوه بسیار فرتوتی بوده، چندین بچه داشته، خیلی ها بهش اصرار میکنن که همسرش، همسر اونها بشه، هم ابوبکر هم عمر و هم عثمان، پیامبر هم حتی ازش خواستگاری میکنن نمیپذیره، یه پیرزنی بوده میگه من دیگه خب پیرم و بچه های زیادی دارم، یعنی این صد و نظر بلندی رو داشته، ولی پیامبر با وجود این میخوان اون رو چتر حمایت خودشون ببرن، یعنی حتی با این سن و سال هم بسیاری از زنان تو این سن بودن. اما داستان عایشه در واقع این در دورانی است که پیامبر در اوج اون پریشانی هاست، ابو طالب از دنیا رفته، یاران تصمیم میگیرن که در واقع یک سامانی به زندگی او بدن، خدیجه هم از دنیا رفته بوده. عایشه اول دختری است که در اسلام متولد شده، یعنی اول نسل در واقع مثلا. بله، یه معنای خاصی در اون دوران داشته، به خصوص چون دختر ابوبکر بوده، به همون دلیل که با دختر عمر چنین قصدی برای تحکیم روابط مورد نظر بود. او هم بعضیا میگن که مثلا پیامبر عاشق چشم ابروی او شده، در حالی که تا 2-3 سال تو خانه پیامبر میمونه و بعد با او ازدواج میکنن، البته بعدها علایقی ایجاد میشه یا چیزای صمیمی، چون تنها دختری بوده که با پیامبر، بقیه همه زنان بیوه پیر زنانی بودن، این شاید که نه، قطعا تنها همسر در واقع پیامبر بوده که پیامبر اولین شوهرش بودن، بعدها خب برها جوان تر بوده علایقی ایجاد میشه، ولی اول اصلا به اون قصد نبوده، بعد از 2 یا 3 سال این ازدواج صورت میگیره، اول تحت سرپرستی پیامبر میاد و بعد ازدواج میکنن. حالا بعضی ها میگن چرا 9 ساله، اولا 9 ساله بودنش که قطعی نیست، بعضی ها تا 18 ساله هم گفتن، تازه به فرضم بوده باشه تو ایران خود ما هم تا 50 سال پیش همه ازدواج ها 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله صورت میگیره،
اینا یه جنبه فرهنگی داره، مربوط به نظام قبیلگی. در گذشته اینطور نبوده که دخترها برن مشغول کار بشن، کاری اصلا وجود نداشته، دانشگاه برن. این به محضی که دختری به سن بلوغ میرسیده تو اون به اصطلاح وضعیت خاص جغرافیایی و وضعیت خاص روزگار خودش ازدواج میکردن. یعنی این مسئله مربوط به اون دوران هستش و به هر حال این رابطه هم باید توی اون نظامات قبیلگی بررسی کرد. اما اون داستان زید و زینب که فرمودی، نمیدونم چقدر وقت هست، این در واقع یه دستاویزی برای جنجالی علیه پیامبر شده که ببینید زید پسرخوانده پیامبر بوده، اون یه برده بوده، برده اسیر در جنگ. پیامبر بعد از اینکه دو تا پسر کوچیک خودشون از دنیا میرن، دو تا بچه کوچیک در واقع در همون سنین چند ماهگی، این رو به فرزندی خودشون میگیرن، زید رو. درست. و برای اینکه نشون بدن که در اسلام مسئله بردگی و اینها مطرح نیست، نهایت احترام رو با او میذارن، اصلا پسرخوانده خودشون میکنن اون رو. حتی وقتی هم که بزرگ میشه، پیامبر به خواستگاری دخترعمه خودشون میرن زینب و خواستگاری میکنند زینب رو برای زید. ولی زینب زیر بار نمیره، چون به هر حال از اشراف اون جامعه بوده، تو همون نظامات قبیلگی اون نمیتونسته بپذیره که حالا همسر یک برده آزاد شده میخواد بشه، گرچه پسرخوانده پیامبر. به هر حال برادرش هم به شدت مخالف بوده. آیه‌ای در قرآن هست که در واقع چنین چیزی رو رد میکنه، میگه وقتی که ایمان میاد، وقتی که یقین حاصل میشه، وقتی یه ارزش‌های دیگه جایگزین میشه، این ارزش‌های خانوادگی و نسبت‌های اشرافیت و اینا بی‌اعتباره. و بنابراین یه مقداری توی ملاحظات ایدئولوژیک، ملاحظات اسلامی، زینب که وابسته به یک خانواده اشرافی برتر بوده، تن میده که با این زید هم مقدار سیاه بوده دیگه. ولی خب معلوم بود که چنین ازدواجی دوام پیدا نمی کنه و دائما هم سرکوب می زده که من سطحم بالاتره، تو اینجوری بودی، حالا به خاطر مثلا پیامبر. دائما اینها اختلاف داشتن و پیش پیامبر می آمدن و پیامبرم اینها رو در قرآن میگه که تو اصرار داشتی که رفع اختلاف بکنن، اینها بر زندگیشون پایدار باشن. ولی به هر حال با وجود این، به خاطر همین تفاوت‌های فرهنگی، کارشون به طلاق میکشه. قرآن این رو تأیید کرده که علارغم اصرار تو و فشار تو، اینا بالاخره طلاق گرفتن. حالا طلاق گرفتن، این زینبم در واقع یک زن مطلقه است. حالا بعضی ها میگن پیامبر اصلا عاشق این شده بوده، در واقع زید رو تشویق کرده که این زن رو طلاق بده، در حالی که صریحا این تو قرآن هست که تو چقدر به این کمک کرد و چقدر اصرار داشتی که همسر در واقع همسرش رو نگه داره. در اون دوران یه سنتی هم بوده که هیچ مردی حق نداشته با همسر مطلقه پسرخوانده‌اش ازدواج بکنه. البته همسر در واقع پسر، یعنی عروس واقعی، همواره حرام بوده، ولی وقتی که پسر خوانده است، این اون جنبه رو نداره. در واقع خداوند میخواسته که این قانون، که یه قانون غلطی هست، این شکسته بشه. کسی هم جرأت نمیکرده این کار رو بکنه. تو قرآن میگه که تو نمیخواستی به پیامبر، از آبروت میترسیدی، تخشن ناس والله احق و ان تخشا، نگران بودی که مردم چی میگند، ولی باید از خدا نگران باشی. میگه زوجناکها، ما خودمون این رو به ازدواج تو در آوردیم تا این سنت بشکنه. یعنی خداوند از آبروی پیامبرش، از چیزی که اون نگران بوده، برای شکستن یک سنت غلط، که به چه دلیلی یه نفر حالا باید محرومیت بکشه، یه زنی باید محرومیت بکشه برای اینکه یه موقعی همسر یک، فرض کنید، فرد آزاد شده بوده، چرا این ننگ روی او بمونه، چرا این تحقیر باید باشه؟ این باید یه جا میشکسته. در واقع بر حسب اون چی که تو قرآن توضیح داده شده تو سوره احزاب، علی رغم خواست پیامبر برای شکستن یک نظام نادرست، در واقع خداوند به قیمت آبروی پیامبرش، چون کسی دیگه عرض کردم جرأت نمی‌کرده، این ازدواج صورت می‌گیره برای اینکه این مشکل حل بشه.
به هر حال پیام برای چیزای من شاید بازم زنان دیگه باشه خدمتتون بگم، مثل که همینا بود دیگه. بله تقریبا بله بله، در هر حال حالا این داستانش خیلی مفصل تره که فرصتی نیست ما این رو خدمتتون توضیح بدیم، ولی به هر حال اینا همطور که عرض کردم دلایلی برای سرپرستی، برای جنبه های فرهنگی، برای سنت شکنی، برای تحکیم روابط با کسانی که اون نهضت رو راه انداختن و تونستن در برابر اون مشکلات عظیم مقاومت بکنن به نتیجه برسونن، برای تألیف قلوب، ایجاد صلح و محبت و دوستی با دشمنان، در واقع اینی که آدم از جبهه دشمن خواستگاری بکنه، بخواد با اونا خویشاوند بشه، همطور که عرض کردم در اون دوران یک حربه بسیار کارسازی بوده. حالا ممکنه ما بگیم که خب چرا این کار انجام شده؟ خب اگر به زور این کار انجام بشه خب بله زیر سواله، ولی وقتی که خواستگاری بشه، بپذیرن اونها و توی اون نظام کارساز باشه، جلوی ریخته شدن خون ده ها یا صد ها نفر گرفته بشه، این کار نمیارزه؟ یک کاری که با رضایت دو طرف انجام میشه و یک ترفندی است برای ایجاد صلح و محبت بین دو قبیله ای که در حال جنگ هستند. بنابراین اگر ببریم تو زمان خودش، میبینیم که چگونه این مشکلات رو با اون سیاستش پیامبر تونسته حل بکنه و از دل یک جامعه قبائلی که قرنها بوده همدیگر رو میکشتن، با هم دشمن بودن، آنچنان محبت و دوستی ایجاد میشه که همه اینا یک وحدتی پیدا میکنن. اینا جزء سیاستهای بسیار هوشمندانه پیامبر بوده که تونسته با استفاده از سنت‌های رایج اون زمان، که یکیش مسئله پیوند خونی است، پیوند ازدواج هست، چگونه جلوی ریخته شدن خون صدها نفر رو بگیره. در واقع خیلی متشکرم. با وقت محدودی که ما داریم و سوالات زیادی که هنوز مونده و حتی از جوابای شما هم سوال پیش اومده، فکر نمی کنم برسیم امروز تمومش کنیم، ولی انشالله این بحث رو ادامه میدیم، چون هنوز برای سوال هست برای بیننده های عزیزمون که خب هر چقدر هم فکر کنیم که مثلا عایشه رو حضرت محمد یه دختر جوونی رو باشه ازدواج میکنن و هدفهای باز روابط اجتماعی مطرح بوده نه روابط مثلا غریزه های انسانی، ولی هنوز سواله که خب پس تکلیف عایشه این وسط چی میشه که با یک مرد 53 ساله ازدواج کنه؟ پس غرایز بشری عایشه رو ما باید سرکوب بذاریم؟ حتی اونجا سوال زیاده در این مورد. و سوال دیگه که باز شده که آیا چرا پس قرآن اومده ازدواج رو برای محدود کرده به 4 تا زن در یک زمان، ولی برای حضرت محمد چنین محدودیتی وجود نداشته؟ و باز اگر اینکه آیا تمام رئیس قبیله های دیگر هم به خاطر این روابط قبیله‌ای باز اونها هم حق ازدواج به این تعدادی که پیامبر اسلام میکردن داشتن یا نه، و یا اونا محدود بودن در داشتن 4 زن؟ اینا سوالات خلاصه زیاده، اگه تا وقت بله. کمی که داریم اگه بتونین یه توضیح کوتاهی بدین برای اینا، بعدا انشالله توی فرصت بعدی بله. باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. بله ببینین، اون آیهی که زوجات رو در 4 تا محدود میکنه در سالهای آخر دوران مدینه است، یعنی در سالهای آخر پیامبره. قانونم عطف به ما سبق نمیشه، اون قانونم که میاد میگه قبلش خب اون چیزی که بوده، یعنی پس این قانون موقع که میاد دیگه محدود میکنه. 4 تا برای این نیست که هر مردی حق داره 4 تا بگیره. بله. اصلا هدف این بوده که نگیرین فقط یکی، 4 تا برای اداره و سرپرستی زن هاست، اونایی که شوهرانشون از بین میرن. آیه را اگه درست بخونیم تو سوره نسا کاملا توضیح میده. بله. برای یتاماست در واقع، اونم اگر بتونن عدالت بکنن، و میگه عدالت هم اگر تونستین، و میگه هر چقدر هم تلاش بکنین نمیتونین، فواحده، پس یه دونه بگیرید در واقع. اما در مورد عایشه در واقع اگر زور این کار بشه خب اونجای بحثه، ولی وقتی که با افتخار خانواده او و خود او یه توافقی توی شرایط خاصی انجام میشه، ما آیا حق داریم بعد از
14 قرن بگیم نباید با نظاماتی که تو امروز هست، در حالی که تو اون موقع این قضیه کاملا پذیرفته شده و با کمال افتخار و داوطلبی خودشون این کار انجام میشده و کارساز بوده تو اون نظاماتی که در اون دوران بوده. یکی دیگه چی بود؟ آیا که در زمانی که پیامبر میتونستن ازدواج بله. متعدد بکنن، رؤسای قبیله دیگه هم بله. میتونستن نه، این کارو بکنن؟ آخه این کار اولا تا چارتا رو برای اداره و سرپرستی دیگران، نه به خاطر بهره برداری غریزی هر کسی، در واقع تا چارتا اگر هدف نگهداری دیگران باشه بوده، ولی اون نقشی که پیامبر قبل از اینکه این محدودیت چارتا بیاد به عنوان رئیس قبیله رهبر جامعه است. رهبر جامعه وقتی که میره ازدواج میکنه از یک دشمنی که شکست خورده، اون یه معنای دیگه داره. کسی دیگه اگه این کار بکنه که اون نتایج رو نداشت، چون به عنوان رهبر جامعه حالا میره خیشاوند میشه، تمام اسرای اونها آزاد میشن چون دیگه خیشاوند پیامبر میشدن. یعنی یک حربه ای بوده که یه مرتبه میبینیم که مشکلی رو که حالا اینها تا 100 سال باید با هم کینه و دشمنی داشته باشند حل میکرده. حالا البته تو این زمینه بحث زیاد و اشاره میکنن که دیگه که وقت تموم وقت شده تمومه و ما به همینجا باید، ولی واقعا جای بحث زیاده هنوز، یعنی واقعا بله. با این سوالات و این جواب فکر نمیکنم ما بتونیم. مهم اینه که بله. خودمون رو بذاریم جای اون گذشته. زمان بله. در حال خیلی ممنون و متشکر هستم از صبر و حوصلتون برای استماع عرایز بنده و هم تشکر از جنابالی که زحمت طرح سوالات بینندگان عزیز و ارجمند و متقبل شدید و خیلی خوب این رو عرضه کردید و فرمولش کردید و امیدوارم که تا حدودی این مشکل حل شده باشه انشالله. ولی مهم اینه که ما از زمان خودمون رو خارج بکنیم، با دید آناکرونیستی نباشیم که یه پدیده تاریخی رو از 1400 سال قبل برداریم بیاریم امروز با معیارهای امروز بخوایم. هر چیزی رو در زمان خودش منطقی هستش که بررسی بکنیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان، خیلی ممنون از بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. بعد میدونم هنوز شاید سوال داشته باشین، چون من هنوز سوال های شما رو اینجا دارم. امیدوارم که در یک برنامه دیگه بیشتر برای شما وقت بذاریم و باهاتون صحبت کنیم. بازم از توجه شما متشکرم. شما عزیزان به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه بعدی. خدا حافظ. خدا حافظ همگی.